مواد لازم برای تهیه این پاستای خوشمزه: کدو حلوایی خرد شده 2 پیمانه، پاستا 300 گرم، سیر 1 کله، رزماری 2 قاشق غذاخوری، بیکن یا ژامبون گوش 8 تکه، پنیر ریکوتا یا لبنه 100 گرم، کره 50 گرم، پنیر چدار 50 گرم، پنیر پارمزان 50 گرم، نعنا خشک 1 قاشق غذاخوری، روغن زیتون به مقدار لازم و نمک و فلفل. یه سینی که بشه توی فر گذاشت برمیداریم، کدو حلوایی های خرد شدمون رو میریزیم توش. مقداری روغن زیتون روی کدو حلوایی ها میریزیم. مقداری نمک و فلفل سیاه هر اندازه ای که دوست داشتی. حالا برای اینکه یکم بهش عطر بدیم، مقداری نعنای خشک و رزماری رو خرد میکنیم و میریزیم توی کدو حلوایی ها و با دست هم میزنیم. یه دونه سیر کامل داشتیم، سر اونو میبریم، روی فویل میذاریم، مقداری از روغن زیتونمون و نمک روی اون میپاشیم، در فویل رو میبندیم و میذاریم وسط کدو حلوایی. حالا نوبت ژامبون یا بیکنمونه. با دست تیکه تیکش رو میکنیم و روی کدو حلوایی ها میذاریم. به مدت نیم ساعت بره تو فر 200 درجه تا برشته بشه. سینی رو در میاریم از فر، ژامبون های برشته شدمون رو جدا میکنیم و دوباره سینی رو میذاریم توی فر تا کدو حلوایی هامون کامل پخته بشن. بعد از یک ساعت سینی رو از توی فر مجدد در میاریم. برای درست کردن سس پاستا، سیر پخته شدمون رو میریزیم تو دستگاه. کدو حلوایی هامون هم که کامل پخته شدن به سیر توی دستگاهمون اضافه میکنیم. پنیر ریکوتا یا لبنه و پنیر چدار و مقدار نمک به بقیه مواد اضافه میکنیم و با دستگاه حسابی میزنیم تا نرم بشن. توی مایتابه کرمون آب میکنیم و سس نرم و غلیظمون بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم. توی این فاصله پاستامون هم آب کش میکنیم و از آبش برای سسمون نگه میداریم. بعد مرتب سسمون رو هم بزنیم که ته نگیره. همینطور به هم زدن ادامه بدیم تا کره ها کامل به خورد سس برن. آب پاستاست. آب رو کم کم اضافه میکنیم و هم میزنیم. وقتی سسمون صاف و یک دست شد، حالا نوبت ژامبونامونه. تیکه تیکه میکنیم و به سسمون اضافه میکنیم و مجدد مخلوطش میکنیم. حالا پاستای آبکش شده رو به سسمون اضافه میکنیم و کم کم مخلوطش میکنیم. در آخرین مرحله نوبت اضافه کردن پنیر پارمزانه. اونم اضافه میکنید و هم میزنید. اگر دیدین که سستون غلیظه، میتونید از آب پاستایی که از قبل نگه داشته بودین اضافه کنید. نوش جونتون.
پاستای خوشمزه رو درست کنید و ازش لذت ببرید. ما رو در شبکه اجتماعی هم دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید. تا روز دیگه و غذای خوشمزه دیگه، خدا نگهدارتون.